سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. امروز هم دوباره میخوام براتون یکی دیگه از قصه های قشنگ کتاب قصی و مثل شده بخونم. اما قبلش لطفاً حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از قصه های جدید جان نمونید. بریم سراغ قصه. خب اسم قصه‌مون هست پسرک تنبل. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی و روزگاری پسرکی را به مکتب خانه سپردند تا درس بخواند و چیزی یاد بگیرد و بزرگ شود. مکتب خانه یعنی مدرسه های قدیمی. پسرک روز اول خوش بود چون با بچه های دیگر همسن و سال خودش می گفت و می خندید. ولی از وقتی پای درس خواندن و مشق نوشتن به میان آمد کار برایش سخت شد. برای همین دیر به مدرسه می رفت و زود هم به خانه بر می گشت. یک روز معلم او را به گوشه‌ای برد و گفت: میدانم، میدانی به بچه های مثل تو چه میگویند؟ میگویند بچه تنبل. حالا اگر دوست داری به تو این حرف را بزنند، درس بخوان. پسرک تنبل ناراحت شد و گفت: من تنبل نیستم، من درس نمیخوانم. معلم گفت: باید نشان بدهی که زرنگی، درس نخواندن هم یک جور تنبلی است. پسرک این حرف را شنید ولی مثل آن که از این گوش گرفت و از آن گوش بیرون کرد. روزهای بعد هم همینطور شد. پسرک تنبل درس نمیخواند که نمیخواند. روزی معلم او را با صدای بلند شاگرد تنبل صدا زد ولی پسرک همانطور بود که بود. روزی دیگر او را با ترکه درخت آلبالو تنبیه کرد و شاگرد تنبل از تنبلی دست بر نداشت. ترکه درخت یعنی چوب یا شاخه کوچک درخت. کم کم معلم از کارهای پسرک تنبل خسته شد و او را به حال خودش رها کرد تا ببیند چه پیش می آید. با این حال او را زیر چشمی نگاه می کرد که چه می کند و چه می گوید. در یکی از روزها معلم همانطور که به بچه های دیگر درس می داد، نگاهش به پسرک تنبل افتاد. پسرک را دید که آهسته لبهایش را تکان می دهد و چیزهایی می گوید. خوشحال شد که پسرک دارد درس می خواند. این بود که او را صدا زد و گفت: خوشحالم که درس می خوانی. اگر همینطور پیش بروی شاگرد زرنگ مدرسه می شوی. من درس نمی خوانم. پس چه می کردی؟ برای چی آرام آرام لبهایت را تکان می دادی؟ نمی توانم بگویم. معلم تا این حرف را شنید سیلی محکمی به گوش پسرک زد و گفت: برو بنشین. مرا بگو که چقدر خوشحال شده بودم. پسرک رفت و سر جای خودش نشست ولی در دل معلم طوفانی برپا شد. او دوست می داشت بداند که شاگرد تنبل با خودش چه می گوید. این بود که جای او را عوض کرد و پسرک را کنار دست خودش نشاند. حالا دیگر کم کم می فهمید که او چه می گوید. در یکی از روزها که سر و صدای بچه ها کمتر بود، شنید که پسرک تنبل می گوید: خدایا بمیرد، خدایا بمیرد.
معلم فهمید که پسرک نفرین می کند. این بود که زود پرسید کی بمیرد؟ پسرک ناخواسته گفت دعا می کنم تو بمیری تا از درس و مکتب خانه راحت بشوم. معلم بلند خندید و گفت دعا کن پدرت بمیرد وگرنه تا پدرت زنده است من نباشم ببخشید وگرنه تا پدرت زنده است من نباشم یک معلم دیگر یعنی تا پدرت زنده است میگه دعا کن پدرت بمیره چون تا پدرت زنده است من نباشم هم تو رو میفرسته یه جای دیگه میفرسته که پیش یه معلم دیگه اگر کسی برای رها شدن از گرفتاری به دنبال راه و چاره درست و اصلی نگردد این ضرب المثل حکایت حال او می شود. خب بچه ها امیدوارم که از قصه خوشتون اومده باشه. امروز هم میخوام بهتون یه جمله تأکیدی دیگه بگم. امروز میخوام بگم که من مهربانم. با خودتون 40-50 باری مهربانم رو تکرار کنید. بگید من مهربانم. خداحافظ.